بیننده های عزیز سلام، امیدوارم هر جا کسی جور و سلامت باشید. شما بیننده برنامه درد دل هستید. ما در این برنامه مصاحبه و گفتگو داریم با کسایی که درد دل و حرف برای گفتن داره، چی پیر باشه، چی جوان باشه، چی دختر باشه و چی بچه. با ما همراه باشید و ببینید همشهری هایتان درد دلشان چیست. نامش چیه و خوش آمدید؟ من نازل حسین هستم از ولایت بامیان، منطقه سید آباد. بسیار خوب. کاکا جان چی گفتنی دارین و چی در دل دارین؟ ما در این باره فامید گینمی گفتنی داریم که فقر و بیچارگی در این ولایت بامیان کار برای فعلا برای یک کس نیست. بله بله. مردم ها فامید از کمر خود خورده رئیس هست. یک کار بکلی نیست. کسی که واسطه داشته باشه واسطه داره میگیره، به واسطه را نمیگیره. بله بله. بس خلاص، نمیخوام گفتنی دارم. درد دل شما میه که بیکاریه؟ آه بیکاری است. خب بیننده های عزیز، خانه یک از همشهری آمدیم و درد دل و گفتنی های از اینا رو میشنیم که درد دل و گفتنی ها. خب میشه خود خود معرفی کنیم؟ نام یاد خدا عبدالستار یسنا هستم، باشنده اصلی یک اولنگ فیلن بامیان. خب درد دل و گفتنی های شما از چیه و چی درد دل و گفتنی های دارین شما؟ درد دل خاصی نیه، نظر به گفته شما اگر شما چین ما میتونیم درد دل گفتنی های داشته باشم. خب درد دل متفاوته. بعضی درد دل چی از روزهای ازدواج چیه که مکاستی که در ازدواج صورت گرفته، بعضی درد دل مثلا روزهای عاشقی خرق سمنه، بعضی از فقر مگه، بعضی از زندگی مگه، درد دل متفاوته. خب ما اگرچن بدبختی های زیادی در زندگی دیدیم، بدبختی های زیادی مواجهشن، دورانی که خود خورد بودم، دورانی طفولیت، دورانی که سن تقریبا سنف 7 یا 8 مکتب بودم. من خاطره خیلی تلخی دارم از دوره که من از دوره مادر خود را از دیست دادم. یکنه حامی از مادرم بود که ما او را از دیست دادم. متاسفانه خانه از ما خیلی یک جنجال سختی روبرو شد بعد از دست دادن مادرم. دیگه تو خاطره دیگه هم بعد از دورانی که فضل خدا علی که الحمدلله صاحب خانه و زندگی شدیم، هم در دورانی که مثلا بعد از اینکه مادرم عزیز دادم باز در پدرم زن آوردم، هم خاطره از خودش یک دوری است که متفاوت است. یعنی ما در پدرم خود ما همراه برادرهای ما رفتیم خواستگار کردیم، زن آوردیم. دیگه بعدش هم الحمدلله خود من مقصد کسی را دوست داشتم. نگه بالاخره در آرزویی که داشتم به مقصد مرامی که داشتم رسیدم و فعلا یک زندگی خیلی خوبی عالی دارم. خیلی خوشم هستم از زندگی، خیلی راضی هم هستم. بسیار خوب. بسیار. شما گفتین ما کسی را دوست داشتم و در او رسیدم. در این طول دوست داشتن و قبل از اینکه برسین کدام سختی ها و زرچ های هم متحمل چیدن یا نه در روستا؟ نه. خب راحت تنیسین به دست بیارین کسی را که دوست داشتین؟ بیتر بود که دوست داشتن از من تقریبا مخفیانه بود. فقط دیره من خودم دوست داشتم و کسی از اسرار از من خبر نداشت. خب دیده بازدید هایی که شما مکدین در کجا بود و چی رقم میدیدین هم دیگره؟ تقریبا دیده بازدید نبود. خب چی رقمی از یک دیگه خوال داشتین؟ من فقط خوش میمد، خوش داشتم دیگه، ولی فقط در دل دوست داشتم. این نبود که هر جایی مرفتم یک خب خودش هم خبر داشت کسی که شما دوست داشتید؟ خودش خبر نداشت. خبر نداشت؟ آه. تا خیلی مدت زمانی که خواستگار رفتم از چند وقت پیش بس خبر شد. خب قبل از اینکه خواستگار بلین با معشوقتان یا که فعلا همسریتان است در جریان ماندین که من خواستگار میم، چرا هم یا مستقیم رفتیم خواستگار؟ مستقیم خواستگار رفتیم. Thank you.
کارسی یکم خاطره خیلی جالی میگه بنده ماست. بعضی کارسی که روز سوم بود یا چهارم بود دادیم تصمیم گرفتیم که با هم بریم یک چکر بنده میر گرفتیم. خاطره خیلی خوشی از بنده میر داشتیم. آزادانه خیلی راحت رفتیم با هم دوتایی، کسی دیگه هم نبود، رفتیم یک روز بنده میر. خیلی هم خوش گذشت. چه مدت در بنده میر ماندیم؟ تقریبا یک روز ماندیم، یک روز زیادتر. خب و خاطره خوش شما یکی از خاطره های خوش شما در زندگی هم بود؟ هم بود، به خاطری که بعد از ما دیگه نتونستیم سفر بکنم، دیگه مصرف کار بودم نشد. یگانه چکری که بود همو بود و خلاص. خب تفریح های شما چی بود؟ چه تفریح داشتین در اونجا که رفتین؟ قایق سواری بود یا کدام جای نشستین با هم خاطرات را مرور کردین؟ هم خاطرات مرور شد و هم قایق سواری شد، همین طرف پیاده روی بود، گشتیم شهر سربلند، جایی که از در رومانتیک بود شیشتیم قصه کردیم. خب این خاطره خیلی برای شما جالبه و خیلی جالب فراموش بود، فراموش نشدنی، فراموش نشدنی و هر باری هم که بنده میر برم میبره از ما. خب یادآور میشه هر بار که مریدم تنها مرین یا با همسر خود مرین؟ تا هنوز دیگه از بعد از این بنده میر نرفتیم، یک چند روز پیش تنهایی رفتم، ان شاء الله که بعد از با هم مرین. خب نام شما چیه و از کجا هستین؟ نام از عبدالحسین. بسیار خوب. در دل شما چیه کوکا؟ منطقه گلستان اول فعلا جبرخیل میشه. بسیار خوب. در دل خرموش قد از ما بگین چی در دل دارین؟ در دل دیگه چی در دل داشته باشم، از خانوادگی خود در دل نموشه. دیگه از حساب دولت و محساد و از گپا بگین. خودمو مردم ها برادرشان زیز از روز که دیم بامیان آمده یک داد وزا سال میشه. اما یک کمکم دولتم یک تودم تولدمو نرسیم. هر کسی که برادر شانزیز یک واسطه داره و نفری کارمند خوب داره برادر شانزیز چی داره شماست داره اون میگیره دیگه دقیقی پیچاره بیره در دیلی اشما از دولت دیگه از دولت. خب بفرمایید نام شما چیست و در کجا زندگی میکنید؟ کریم نام ماست، تخلص ما حبیبی هستم، باشنده شهر بامیان هستم. بسیار خوب. میشه کدام درد دل یا کدام خاطره که دارین با ما شریک بسازیم؟ دقیقا. البته خاطره داریم که چند وقت پیش دوستایم از کابل آمده بود، طرف ولسوالی ورس رفته بودن. اونا قصه میکردن ما در هر خانه ای که میریم همه مردم از ما مگریزه، وحشت میکنه، میگه این کرونا بودن که برای ما خیلی جالب بودن و این پیام هم پیام بسیار خوبی هم برای ما بودن که این مردم به او حد آگاه شده لاقل کمک میشه که ما بتونیم با می رقم برخورد مردم مبارزه کنیم با کرونا و کرونا رو شکن کنیم با می هم. بسیار. و دیگر کدام درد دل که داشته باشیم؟ دیگر درد دل خاص ندارد. خب این بود برنامه درد دل، امیدوارم از تماشای این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌گذارم.